امروز قراره با هم یه مرسب پلو فوق العاده خوشمزه و مجلسی درست کنیم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین و لایک و سابسکرایب یادتون نره. برای درست کردنش احتیاج داریم به خلال بادوم، خلال پسته، رنده پوست پرتقال که کاملا اختیاریه، کشمش و زرشک. همه رو از قبل با آب میذاریم خیس بخوره. برنجمونم از 2 ساعت قبل باید بشوریم و بذاریم با مقداری آب خیس بخوره و میتونید بهش 1 قاشق نمک اضافه کنید. بریم سراغ سینه مرغ. به صورت ورقه‌ای خردش میکنیم و با خلال دندون رولش میکنیم. یه مقدار آب رو با نمک و روغن میذاریم برای برنجمون جوش بیاد و بعدا برنج رو توش میریزیم و آب کش میکنیم. اما از طرف دیگه یه مقدار آب هم میذاریم با خلاله پوست پرتقالمون جوش بخوره و 3-4 بار آبش رو عوض میکنیم تا تلخی پوست پرتقاله گرفته شه. آبمون که جوش اومد برنج رو بهش اضافه میکنیم و تست میکنیم که حتما برنجمون نرم شده باشه و بعدش آب کشش میکنیم و بعدم میتونین از هر تهدیگه که دوست دارین، تهدیگ سیب زمینی، نون یا هر تهدیگ دیگه استفاده کنین یا کلان تهدیگ نذارید. من چون تهدیگ نمیخواستم کلان تهدیگ نذاشتم براش. برنجمون که دم کشید میریم سراغ خوشگل کردن مرسب پلومون و برای اون موادمون آماده میکنیم. زرشک رو 1 قاشق غذاخوری شکر تفت میدیم تا زمانی که شکرمون کاملا حل بشه و حواستون باشه زرشک نسوزه، باید حرارتش خیلی کم باشه. بعدم کشمش رو 1 تفت کوچیک در حد 1 دقیقه میدیم و خلالای پوست پرتقال رو قراره رنگش رو شیشه رنگ کنیم. 1 مقدار خیلی کمی شکر بهش اضافه میکنیم و تا زمانی که شکر حل بشه هم میزنیم و خلالا کاملا شفاف و شیشه ای میشن. و بعدش هم خلال بادوم و خلال پستمون رو در حد 1 دقیقه تفت میدیم. اگه تابتون داغ شده باشه بهتره فقط با همون حرارت داغی تابه همشون بزنین و شعله روشن نباشه چون خیلی زود میسوزن و ما نیاز به خیلی پختن خلال بادوم و خلال پسته نداریم. رولای مرغمونم تو 1 مقداری روغن سرخ میکنیم. من به رولای مرغ نمک و فلفل زدم و توی ویدیو یادم رفت ازش ویدیو بگیرم. فراموش نکنید که حتما بهش نمک و فلفل رو بزنید. یه طرفش که سرخ شد یکم رنگ مرغ البته عوض شد، در حد سرخ شدن نمیخوایم، بهش زعفرونمون رو اضافه میکنیم و درش رو میبندیم تا حسابی مرغ با زعفرون بپزه و یه رنگ خوشگل طلایی رنگ بگیره. بعد در نهایت کار یه مقداری از برنج دم کشیدم با زعفرون مخلوط کردم و برنج زعفرونی درست کردم و به این شکل که میبینید مرسب پلو رو تزیین کردم. تزیینش کاملا اختیاریه، هر جوری که دوست داشتین تزیین کنین و کنار عزیزانتون نوش جان کنید. فوق العاده خوشمزه است، حتما درستش کنید. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره و خوشحال میشم برام کامنت بذارین و بنویسین که چه ویدیوهایی تولید کنم و ممنونم که تا آخر ویدیو رو نگاه کردین.